اینجا نوای آشنا هست، جایی که زندگی در آنجا نفس میکشد. که ما و تو با هم بخوانیم، گهی شاد و گهی پرغم بخوانیم، یکی از سوز دل از درد غربت، یکی از ساز این عالم بخوانیم. بیا که ما و تو جوره بخوانیم، به سبک تار دنبوره بخوانیم. بیا که از دل پر خانه دور، وطن دوره وطن دوره بخوانیم. وطن دوره وطن دوره وطن دار، دم بلده وطن بوره وطن دار. زبان مردم ملکای غربت، در جان من نیش زنبوره وطن دار. به نام خداوند بخشنده و مهربان، هموطنان عزیزم سلام. آرزو دارم هر کجای جهان که هستین در کنار عزیزانتان، در کنار فامیلتان، زندگیتان با عشق و صمیمیت و صحتمندی بگذره. عزیزای در شهر تهران هستیم، آمدیم امروز سر بزنیم از برادرها و خواهرای عزیز ما که در مؤسسه فرهنگی هنری و آموزشی نوای آشنا فعالیت داره. ببینیم که با وجود محدودیت هایی که در کشورهای مهاجرت هست، برادرای ما و خواهرای عزیز ما چقدر در عرصه هنر موسیقی دستاورد داشته و چقدر کار کرده و چی توانایی ها و استعداد های در نوای آشنا وجود داره. از این در کل برنامه امروزی ما هدفش معرفی دستاوردها و استعدادهایی که در زیر چتر نوای آشنا فعالیت میکنه هست. از شما عزیزانم دعوت میکنم که تا آخرین قسمتی ویدیو با ما همراه باشین.
اینجا نوای آشنا هست، جایی که زندگی در آنجا نفس میکشد. واقعا یک اجرای قشنگ و فوق‌العاده بود از دو خواهر عزیز ما بشنویم. به تو خوش شدم برای شما زن معرفی بکنم. با عرض سلام، هما اکرمی هستم. با عرض سلام، محسن محمدی هستم، هنرجوی بخش گیتار و صداسازی. چند مدت میشه؟ هر دوی تان فکرم در بخش گیتار کار میکنه؟ من خب چند مدت میشه؟ تقریبا 3 سال. خب چطور آمدین امروز این شعر را انتخاب کردین؟ با توجه به مشکلات و شرایطی که همکنون در افغانستان هست و محدودیت‌های زیادی که برای زنان و دختران در افغانستان اعمال شده توسط طالبان، ما امروز تصمیم گرفتیم که این آهنگ رو بخونیم به نشونه از این که زنان افغانستان هیچ وقت نمیتونن ساکت باشن، چون این شجاعت رو دارن که در مقابل ترس، ظلم و نابرابری سکوت نکنن. دقیقاً بر عزیزم و اتفاقاً از زن در جریان هستیم و شما از رسانه ها با خبر میشید که خیلی از زنهای شجاعی فعلاً در افغانستان وجود داره که با می سخت‌ترین قوانینی که روی زنها فعلاً تحمیل شده و حکومت جدید در تلاشی است که زنها را تقریباً از صحنه و از تحصیل و حقیقات حذف کنه، بازم شجاعانه مبارزه میکنه و خواهرای ما هم که در خارج از افغانستان هست حمایتشان با این خواهرای عزیز ما داره و در کنارشان هستن. بانو اکرمی، چند مدت میشه که تخصصی گیتار کار میکنه اینجا؟ به مدت 6 سال یا 7 سال است که گیتار به صورت تخصصی کار میکنم. از بچگی حدوداً الان فکر کنم شاید 11-12 سال بشه که موسیقی رو به صورت تئوری و تخصصی کار میکنم. حدوداً هم 4 سال یا 3 سال میشه که در این آموزشگاه مشغول به تدریس گیتارم. کدام دستاوردی هنوز داشتیم؟ من و خواهرانم خانم سحر اکرمی و ثنا اکرمی عضو گروه فیلارمونیک ایران هستیم. به علاوه از اون سعی میکنیم 3 نفری با هم یک گروه هنری هم داریم به اسم گروه هنری شهر جرم که سعی داریم با خوندن آهنگایی که بیشتر سبک انقلابی هستن در مورد تبعیض‌هایی که برای هزارها برای خانم‌ها قائل میشن سعی کنیم در مورد اونها صحبت کنیم، بخونیم و آگاه سازی کنیم. به نظرتان موسیقی چقدر میتونه روی تغییری وضعیتون نقش داشته باشه؟ موسیقی فکر میکنم که کار کردن موسیقی یه نوع شجاعت نشون دادن از خودشونه. خب این که مثلا توی خیابون‌ها میرن نهایت شجاعته، کاملا نهایت شجاعته، ولی خب مثلا موسیقی هم یه راه دیگه برای بیان شجاعته. Thank you.
در کنار مؤسسه فرهنگی هنری و آموزشی نوای آشنا هستیم. از وای امیدواریم که برنامه امروزی ما برای شما زان جالب و دیدنی تمام شده باشه. از آقای اکرمی عزیز میشنویم میبینیم که چند مدت میشه این مؤسسه تأسیس شده و چقدر افتخارات را در عرصه هنر برای ما و شما زان کسب کرده. آقای اکرمی عزیز خیلی خوشحال میشیم اگر خودتون یک معرفی کلی خدمت بیننده عزیز ما بکنید. سلامت باشید. درود بر شما خانم حسنیار عزیز، بسیار لطف کردی که در نوای آشنا تشریف آوردی. بنده علی اکرمی هستم، مؤسسه نوای آشنا. نوای آشنا در مدت 12 سال هست که فعالیت میکنه. میتونم بگم ادعا کنم که خوشبختانه نوای آشنا اولین مؤسسه یا شاید دومین سومین مؤسسه از اطبای افغانستان باشد که دارای مجوز و زیر مجموعه وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران در تهران فعالیت میکنه. نوای آشنا در عرصه بیشترین فعالیتش در عرصه موسیقی هست. در طول مثلا 12 سال فعالیتش کنسرت های موسیقی و برگزاری کلاس های موسیقی همین صورت بودن. کلاس های موسیقی دایر میکنم. من رفتم اونجا که ثبت نام کلاس موسیقی کنم، ثبت نام کردم. بعد از مدت فکر میکنم در حدود 1 ماه بعد که من در کلاس میرفتم در میدان شوش بود، در روز اگر مثل هنرجوی های ما بیش از 50 نفر در این کلاس شرکت میکردن، همه اقوام غیر هزاره بودن، یعنی از مردمی ما کسی به عنوان هنرمند یا هنرجو اونجا اشتراک نمیکردن. این سوال خیلی سختی برای من بود که چرا بچه های هزاره این واقعا استعدادش نداره یا علاقمند نیسته یا نمیتونه هنرمند موسیقی باشد. چرا از بچه های ما در عرصه موسیقی فعال نیستن و یا شرکت نمی کنن؟ این سوال عجیب به ذهن من درگیر کرده بود که تا یک روز پیش خودم به این قضاوت رسیدم که بچه های ما ممکن است علمی فضا را نداره و این مردم این فضا را داشته در دوربر هم جمع شده. بچه های ما، بچه های خوستن، بچه های هزاره این فضا را نداشته که بیایه مثلا آموزش ببینه و در کلاس های شرکت کنه، مثلا باعث رشدی هنر و رشدی مثلا هنرمند شونه. بس به همین نیت من سعی کردم نوای آشنا را تأسیس کنم. به این نوای آشنا را به نیت این که یک پایگاهی برای بچه ها و برای مردم ما باشه، برای بچه های هزارستان باشه که تا بتانه از این فضا به عنوان رشد استعداد خود استفاده کنه. بعد در انتخاب نام، چون نوای آشنا، نوا که نوا خودش از جزی آواها هست و آوام آوای صدای موسیقی هست، ما آمدیم نوای آشنا را، یعنی نوا به معنی خود همون صدا، آشنا به خاطری که همه این دوستای ما بشناسه، یعنی آشنایت داشته باشه. به این دلیل ما نوای آشنا را انتخاب کردیم و تأسیس کردیم. استاد، فعلا کدام آلات موسیقی در مؤسسه نوای آشنا تدریس میشه و شما از کدامش خیلی راضی هستین؟ چقدر کدام آله موسیقی خیلی طرفدار دارد اینجا؟ صحیح. در اینجا در نوای آشنا کلاسی سولفژ هست، صداسازی هست، ویالون هست، گیتار هست، پیانو هست و به علاوه دنبوره. مثلا بیشتر استقبال که میشه از دنبوره استقبال میشه به خاطر از اینکه بچه ها احساس میکنه ساده هست و ساده یاد میگیره و یکم ملودی های دنبوره، آهنگ های حماسی دنبوره مثل آهنگ های استاد سرخوش همیشه وقت در ذهن بچه ها هستن و بچه ها زمزمه میکنه، به همون خاطر علاقه من هسته به سمت دنبوره. و دومن که دنبوره خودش یک از عنانات فرهنگی مردمی ما هست و دنبوره در ریشه در عمق مثلا وجود مردم ما ریشه داره. و اینکه ما چقدر راضی هستم و از کدام کلاس ها مثلا بیشتر راضی هستم، من آرزو دارم که یک روز یک جوانی از بچه های ما موسیقی رو به صورت حرفه‌ای، به صورت تئوری یاد بگیره و بتانه به صورت علمی یاد بگیره و دنبوره را بر اساس نوت موسیقی پیاده کنه. امروز ما در نوای آشنا
ویالون، گیتار، پیانو، سولفیج، صداسازی اینا کلن بر اساس اصولی، بر اساس همون نوت موسیقی به صورت مثلا خط حامل تدریس میشه، اما موسیقی دنبوره هنوز به اون حالت شنوایی، به سبک شنوایی که سینه به سینه تا امروز هم ادامه داشته، همجوری ادامه داره. من خیلی دوست دارم که یک روز کسی پیدا شونه که روی دنبوره هم کار کنه و دنبوره را نوت کنه، نوت های دنبوره شناسایی کنه و این نوت ها رو روی خط حامل موسیقی پیاده کنه که بتونه نسل های بعدی دنبوره راحت تر و حرفه‌ای تر اصولی تر یاد بگیره. استاد یک لحظه تصور کنین که موسیقی از جهان حذف میشه. به دید یک هنرمند زندگی بدون موسیقی چگونه یک زندگی خود بود؟ موسیقی را اگه بخوایم از جهان حذف کنیم، یعنی دیگه وجودی جهان وجود نداره، چون موسیقی منشأ موسیقی از طبیعت گرفته شده. یعنی موسیقی من خودم تصور میکنم که موسیقی صدای خداوند هست، یعنی صدای خداوند به این معنا که موسیقی منشأ موسیقی صدای طبیعت هست، از آب گرفته تا صدای باد و شرشر برگ‌های درخت میتونه نکته هایی باشه که موسیقی را تکمیل میکنه. موسیقی جدا از صدای طبیعت نیست و من خودم البته باور من هست، شاید که خیلی کسا به این موضوع حساسیت نشان میده، و باور من این است که موسیقی صدای طبیعت هست و طبیعت صدای طبیعت صدای خداوند هست. دقیقاً. استاد میخوایم به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم که تا حالا نوای آشنا فعالیت هایی که داشته، دستاوردهایی که داشته، شما به این اکتفا میکنین یا دوست دارین نه از این بیشتر بدرخشن و بیشتر افتخارات کسب کنین؟ من همیشه وقت آرزوهایی میسته که نوای آشنا به این فضایی که هست یا به این هفته یک روز دروس کلاسی که هست نباشه، بلکه نوای آشنا به عنوان از همه قشر جامعه افغانستان و از همه فرهنگ افغانستان نمایندگی کنه. اما متاسفانه ما در کشوری زندگی میکنیم، همین قدم که با ما اجازه داده ما راضی هستیم و فعلا از مجبوری راضی هستیم، و اگر ما یک زمانی پایم برسه به کشوری دیگه که اونجا میتونم آزادانه فعالیت کنم مثل کشور استرالیا، من فضای نوای آشنا را، نوای آشنای فعلی را 5% اون نوای آشنایی که در ذهن من هست تصور میکنم. انشالله با امید روز. همتون عزیزم، در کنار ما یکی از استادان بزرگوار دیگه هست که دمی نوای آشنا تدریس میکنه، همراهشان هم صحبت هایی میداشته باشیم، همچنان یک اجرای قشنگ برای شما زن در نظر گرفته. استاد سلام، خیلی دوست داریم در ابتدا خودتانه و کارنامه‌تانه یک مختصر معرفی کنیم. سلام خدمت شما، همچنان بیننده های شما و همچنان کل این جمعی که تو این مؤسسه نوای آشنا هستن. بنده نصرالله حیدری هستم، در مدت 3 سال اینجا آموزش میبینم و 2 سال که کلن آموزش دیدم. خدا را شکر که 1 ساله که در کنار استاد سفری و همچنان جناب آقای اکرمی که مدیر اینجا است، کنار اینا هی کم کم در کلاس تدریس میکنیم و بچه ها را درس میدیم اینا. همتونه عزیزم، به دلیل از که شما هم خسته نشوین، یک جور قشنگ از استاد می داشته باشیم و صحبت های ما ادامه داره. اونقدر رنج کشیدم کیزی جهان سیر شدم، صورتم گرچه جوان است ولی پیر شده،
شدم مانند مجنون، وی تو از خانه مینالی منزی بیرون، وی تو از خانه مینالی منزی بیرون. ما و تو از هم جدا کرد، وی به دریا غرق شود مانند قارون، وی به دریا غرق شود مانند قارون. دم جدایی، وی ندارم طاقت یک دم جدایی. دشمن بسازد وی که پشاور چون این روزی جدایی، وی که پشاور چون این روزی جدایی. جان و دل بیتاب و گشته، وی جگر در سینه ام کباب و گشته، وی جگر در سینه ام کباب و گشته. در فراقت گریه کردم، وی چو چشمم چشمه رو باب و گشته، وی دو چشمم چشمه رو باب و گشته. یار جدا غم با کی گویم، وی دو دیده عشق و بارم با کی گویم، وی دو دیده عشق و بارم با کی گویم، وی دو دیده عشق و بارم با کی حیرانم امشب، رها در باد و در توفانم امشب، رها در باد و در توفانم امشب. با
در و مهمان کوهی ما که چون زلفی تو سرگردانم امشب قلبی سوزانم برآمد ندیدی دین و ایمانم برآمد ندیدی دین و ایمانم برآمد بودی شو تا صبحانه دشتی خیالم تو رقصیدی و من جانم برآمد تو رقصیدی و من جانم برآمد عجب قدی بلند داری نفس جان رقابت قد چمن داری نفس جان رقابت قد چمن داری نفس جان بیا سر خوب لو شیفتی نفس ما اگر میلی سخن داری نفس جان اگر میلی سخن داری نفس